بریم سراغ معرفی ابزار پن من اگه فایل نیو اوکی یک سند باز بکنم کنترل میگیرم صفر رو میزنم که به صورت فیت اسکرین هم ببینیم وقتی من ابزار پن رو انتخاب میکنم بر دو اساس کار میکنه یا شیپ یا پث اگر شیپ باشه یعنی شکل اگر پث باشه یعنی مسیر ببینید من شیپ رو انتخاب میکنم یک کلیک تو صحنه می اینجا هم یک کلیک می کنم اینجا هم یک کلیک می کنم ببینید برای من داره با کلیک هایی که انجام میدم شیپ می اون رو چه رنگی به رنگ فیل درش میاره استروک چیه اگه من استروک بگم داشته باشه مثلا زرد یعنی یک لبه و حاشیه داشته باشه میزان این استروک رو میتونم توسط این گزینه مشخص بکنم و نوع استروک رو میتونم به صورت خط و یا نقطه چین بذارم بیشتر از این ابزار برای ایجاد اشکال هندسی و غیر به کار میره و اکثرا گرافیست ها ازش استفاده میکنن تا عکاس ها و یا معمارا من میتونم طول عرض رو زیاد و کم میکنم من میتونم بگم که چند شکل هندسی ایجاد بکنم و بگم نقاط مشترکشون رو در نظر بگیر و اونها رو از هم کم کن یا اضافه کن دیگه کار با این ابزار رو شما توی اینجا یاد گرفتید به چه صورت هست میتونم بگم الاین بکنید به سمت بالا پایین چپ راست اون شکل سلکت شده که توی موو اینها رو کار کردیم و یا اینکه چند تا شکل مختلف فرض کنید سبز یک دونه آبی یک دونه قرمز ایجاد بکنیم ما میتونیم بگیم اونها رو لایش رو بیارید بالاتر یا پایین تر اونها مثلا سبز روی آبی باشه یا مثلا قرمز روی آبی باشه اینها رو میتونیم بالا پایین میکنیم لایه ها رو و اگر این تیک زده باشه رابر آخرین جایی که کلیک کردید رو به جایی که مقصدتونه و میخواید وصل بکنید رو با یک خطی داره نشون میده مثلا من اینجا یک کلیک میکنم اگر بیام اینجا یک کلیک بکنم مسیر رو داره مدام به من نشون میده در حالی که اگر من این تیک رابر رو, رو بردم دیگه این کارو نمیکنه و با کلیک های من فقط میکشه اون منطقه رو و با خط مشخص نمیکنه هدف من کجاست و به کدوم سمت دارم میام اتوماتیک اد بکنه یا دلیت بکنه یعنی چی وقتی تیکش بخوره اگه من دکمه موس رو روی یه دونه این انکر پوینت ها بیارم دقت بکنید به صورت منها میاد و روش کلیک بکنم یعنی حذف بکن ولی اگه برم روی اون خطش موس به صورت به اضافه در میاد یعنی یک نقطه برای من اضافه بکن خب پس به صورت اتوماتیک من میگم این قابلیت داشته باشه اگه این تیک نباشه من موس رو ببرم ببینید دیگه اون قابلیت منها یا به اضافه وجود نداره که کم یا زیاد بکنم چه روی مسیر چه روی نقاط بهتر که همیشه باشه و بتونید این تغییرات رو بدید الاین اچ هم که یعنی لبه ها رو بخواد الاین بکنه دقیقا همین پارامتر ها رو که ما تو شیب داشتیم توی پث هم داریم تا دیگه این استروک و تنظیماتش وجود نداره من اگه پث رو انتخاب بکنم یعنی میخوام مسیر بکشم بذارید من این شکلی که کشیدم رو پاک بکنم من توی پث میخوام یک مسیر رو بکشم البته بذارید من این زمینه رو مشکی بکنم و خط رو بیام بکشم اینجا یک کلیک میکنم اینجا یک کلیک میکنم اینجا یک کلیک میکنم اینجا و اینجا ببینید برای من مسیر رو کشید اون رو پر نکردش من میتونم بگم این مسیری که کشیدم رو چه استفاده ازش بکنم اگر میک به عنوان سلکشن بکنم یعنی اون منطقه رو به عنوان سلکشن، انگار با این ابزارها من سلیک کردم بکنم آنتی باشه نیو سلیکشن باشه و میتونم حتی فدر رو هم مشخص بکنم اوکی میکنم و وقتی میام موو میکنم میبینیم که اون منطقه با فدر یعنی مف شدن لبه برای من به عنوان سلیکشن انجام شد در واقع توی زمینه معماری و عکاسی از این ابزار به عنوان سلکشن ازش استفاده میشه بعضی از سلکشن ها سخته با رکتنگولار یا الپتیکار بخوایم انجام بدیم یا با لست و طول ها یا مجیک و کویک سلکشن بخوایم کار بکنیم به کمک این ابزار میتونیم دقیقا حاشیه دور اون شکلی که مد نظرمونه و سخت انتخاب کردنش رو ایجاد بکنیم و سلکت بکنیم حالا یا به عنوان سلیکشن این مسیر رو انتخاب میکنیم یا به عنوان ماسک که راجع به ماسک ها من توضیح بهتون میدم به چه نفع هستش یا به عنوان شیپ یعنی این رو به عنوان یک شکل الان در نظر میگیره و من میتونم مثل انگار که من از خود شیپ استفاده کرده بودم این ابزارها رو که میدونید اینم هم همینطور الان توضیح دادم برای بالا پایین کردن این منطقه سلکشن نسبت به سلکشن دیگه ای که انجام دادم و این ابزار هم که میدونید رابر هستش مسیر رو بر من داره نشون میده که بکشم داره با خط میگی که کجا قرار میگیره و اتوماتیک ادا الان ببینید من این نکته رو بهتون تذکر بدم که شما اگر تکیلیک بکنید به صورت شکسته شکسته براتون میاد نقاط رو میذاره ولی اگه یه چه کلیک بکنید و موس رو بالا پایین بکنید حالت کرو بهش میده من اینجا کلیک میکنم حالت کرو و اینجا رو میام به این صورت میپیچونم یعنی حالت شکسته و اینجا حالت کرو رو من ایجاد میکنم فری یعنی به صورت دستی بتونم یک منطقه رو روش این مسیر رو بکشم حالا بعدا میتونم بگم این به عنوان شکل باشه ماسک باشه یا منطقه سلکشن هم باشه که با قلم نوری پیشنهاد میشه از این استفاده بکنید، با موس خیلی سخته تنظیم خاصی نداره اینجا فقط یه اد وجود داره به کمک اد ببینید تنظیمی وجود نداره که بیاد یا دلیت تنظیمی نیستش که بیاد در واقع همینجا من میتونم اگر روی منفی باشم یا دلیت باشم میتونم روی نقاط انکر پوینت برم و روش کلیک بکنم اون رو حذف بکنم یا یعنی اینکه بیام روی حالت اد روی مسیر برم اضافه بکنم به کمک که کانورت من میتونم نوع این نقاط رو تغییر بدم یعنی از منحنی به شکسته و از شکسته به منحنی ببینید من کانورت پوینت میرم اگر روی اینجا کلیک بکنم میبینیم که دیگه حالت کرو به خودش گرفت اگه روش کلیک بکنم حالت شکسته ببینید اینجا حالت شکسته است یه کلیک کنم حالت نرم رو ایجاد کنم اینجا که حالت نرمه یه کلیک می‌کنم حالت شکسته رو به وجود میارم اینجا حالت شکسته اینجا حالت شکسته یا اینجا تبدیل بشه به کرو بنابراین من میتونم نقاط رو نوعشون رو تغییر بدم توسط این گزینه و هیچ تنظیم خاصی هم نداره برای توضیح من این پرونده رو میبندم و یک فایل جدید ایجاد می‌کنم به وسیله تکست میتونیم متن مورد نظرمون رو بنویسیم یا کلیک می‌کنیم و متنمون رو مینویسیم مثلا آزیموت یا اینکه میایم یک منطقه رو سلکت میکنیم اون تو میایم متنمون رو مینویسیم حالا هر چقدر این متن زیادتر باشه داخل این کادر هی ای قرارش میده و از این بیرون نمیزنه مگه اینکه من بیام اینجا کادر رو کم و زیاد بکنم البته زمانی اتفاق میفته که متن زیاد باشه حالا من میتونم بگم این متن فونتش چی باشه بستگی به نوع فوندی که انتخاب میکنیم میتونیم حالت ایتالیک و رو مشخص بکنیم سایزش رو مشخص بکنیم اینکه وسط چین باشه یا چپچین یا راست چین باشه رو مشخص بکنید و نوع درج اون متن رو هم مشخص بکنید که بیشتر از اسموث برای تصاویری هستش که میخوایم توی مونیتور اونها رو ببینیم و استفاده بکنیم به کار میره و استرانگ و شارپ برای چاپ مناسبه که لبه های تیزتری داره و توی چاپ چون مات میشه اون لبه ها حالت استاندارد خودشون میگیره ولی وقتی اسموث میکنی حالت نرم هست و چون چاپ نمیشه تو مونیتور میخوایم ببینیم اون لبه ها به صورت نرم هستن و حالت خوبی رو داره ما میتونیم بگیم این متن رنگش چی باشه میتونیم بگیم حالتش بر چه اساس باشه یا به صورت مثلا آرک باشه که شکلش رو نشون ده این متن به چه صورت در میاد من آرک رو انتخاب میکنم میزان آرک رو میتونم کم یا زیاد بکنم حالا از طریق افقی و یا عمودی میزان اون رو افزایش بدن که بیشتر بحث گرافیکه و انشالله توی مجموعه آموزشی که در خصوص شیت بندی ارائه میدیم خدمتون به صورت کامل راجع به پارامترهای اون توضیح میدیم ورتیکال و هورزنتال هم که مشخصه من کنسل رو میزنم اگر تایید بکنم که تنظیمات اعمال میشه کنسل بکنم که رد میشه در خصوص تریدی من توضیح نمیدم چون یک مجموعه جداگونه وجود داره و در حال ساخت که به صورت مفصل راجع به پارامترهای گزینه های تریدی صحبت می‌کنیم و این گزینه هم راجع به همین تنظیمات تکس هست به صورت پیشرفته‌تر که مثلا اعداد به صورت فارسی باشن یا لاتین باشن زبان حالا به صورت فارسی هستش یا انگلیسی فاصله بین حروف، فاصله بین خطها، فاصله بین کلمات و همون رنگ و غیره هم اینجا داریم که به صورت پیشرفته تر توی اون مجموعه فتوشاپ برای شیت بندی ارائه میدم خدمتتون گزینه دیگه اینجا نمیمونه میریم سراغ این ابزار که ابزارهای سلکت هستن ببینید ما تو اینجا یاد گرفتیم که به وسیله پن میتونیم یا مسیر بکشیم یا شکل رو بکشیم به کمک اینها اگر روی حالت مشکیش باشه یعنی پ سلکشن باشه من میتونم اون منطقه رو سلکت بکنم حتی اگر روی نقاطش برم بکشم فقط در سلکت و موو میشه در حالی که اگر روی دایرکشن برم یا سفید برم روی نقاط که برم اونها رو جابجا میکنه و تغییر میده بنابراین روی پث برم روی نقاط با اینکه برم اونها رو داره جابجا میکنه نه تنها توی مسیر اگر من اینجا به عنوان شیپ ایجاد بکنم طرحی رو و بیام به کمک ابزار پث اونو میتونم جابجا جا بکنم روی این نقطه روی این نقطه در حالی که روی دایرکشن میام روی نقاط که برم من میتونم اون نقاط رو اینطوری کم و زیاد بکنم و هر تغییری که مد نظرم باشه رو بدم فقط کارشون همینه تنظیم خاصی هم ندارن که بگیم انجام بدیم تنظیمات مربوط به همون شیپ حالا ما میتونیم اشکال هندسی رو به صورت آماده استفاده بکنیم مثلا رکتنگولار بکشم که این سری تنظیمات برام میاره طول عرضش چقدر باشه مختصاتش توی محور چجوری باشه رنگش به چه صورت باشه آیا استروک داشته باشه یا نه این استروک زخامتش چقدر باشه نوع استروک به صورت خچین یا نقطه چین باشه دقیقا اینا همش تکرار مکررات حالت کرو داشته باشه یا نه و این ابزارا هم که میدونید پس من میتونم یا از اشکال هندسی آماده استفاده بکنم مثلا لاین یا اینکه بیام حالت کاستوم رو استفاده بکنم کاستوم رو که من بزنم اینجا یک سری شکل هندسی آماده داره که من میتونم از اونا استفاده بکنم توی طراحیام یا شکل آماده خود فتوشاپ استفاده میکنم یا از اینترنت میتونم شکل مختلفی رو بردارم و توی ترایام استفاده بکنم و به کار ببرم که معمولا میگم گرافیس ها میان از این حالت ها کمک میگیرن و برای معمارها و عکاس‌ها بیشتر ابزار خود پن مهم هست و تکست که از ابزار پن هم به عنوان منطقه سلکشن انتخاب میکنن چون میگم بعض وقتا انتخاب توسط این ابزارها ممکنه سخت باشه ما میتونیم توسط پن منطقه سلکشنمون رو مشخص میکنیم اینم از این مجموعه